أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. بس درباره یهودیای بنی نذیر بود. با امکاناتی که داشتن اینها روزی که خیانتشان ظاهر شد، عهد شکنیشان کشف شد و فهمیدن که مسلمان ها دیگه از اینا انتقام میگیره، بعد رفتن در بین قلعه های خود با امکاناتی که داشتن و اونجا ماندن تا که مسلمان ها دیگه فرسوده شان پس برگردن. ولی خداوند خوف در دل های اونا انداخت، ترس اینا رو گرفت، بدون جنگ و خونریزی تسلیم شدن، درهای قلعه را باز کردن و تسلیم شدن. کسی هم ظاهرن از اینا کشته نشد، نه اینا رو کشتن، گفتن دیگه از اینجا برین، از اینجا باید برین و که فتنه و فساد شما برای مسلمان ها در آینده ضرر نرسانه. در آیه مبارکه می فرمایه اینجا که ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، یعنی پایان خیانت و نیرنگ، عهد شکنی، بی وفایی، شکسته، این نتیجه طبیعیشه. میگه خداوند بر اینا جلا را نوشت که یعنی اینا از جلا وطن شدن، از وطن خود رفتن. اگر او را نمی نوشت اینا را در دنیا عذاب میکرد، ممکنه که عذاب امو پیروزی مسلمانه بود، اینا کشته می شدن، بالاخره اینا شکست می خوردن. ولی اینم گویا یک نوع رحمت خدا بوده که اینا فقط رفتن، اینا را کس نکشت، به جزای اعمالشان نرسند و منطقه را ترک کردن و رفتن. اگر این کار مقدر نمی شد، بر اینا نوشته نمی شد، در امی دنیا اینا عذاب می شدن، در امی دنیا اینا به مجازات خود می رسیدن، ممکنه که در امی جنگی که شکست خورده بودن کشته می شدن یا عذاب دیگری به اینها می رسید. ولهم فی الاخرت عذاب و نار، او عذاب قیامت که در هر صورت از چین علا جلا وطن شدن، یا در امی دنیا مثلا به بلای دیگه گرفتار می شدن، یه به عذاب قیامت منافات نداره، او عذاب قیامت هم برای این آبود. چرا پایان کار یهودیا به اینجا رسید که منطقه را ترک کنن یا در روز قیامت عذاب شوند؟ خاطر این که ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، اینا با خدا و پیامبرش دشمنی میکردن، دشمن دین بودن. و من یشاقق الله فان الله شدید العقاب، کسی که با خدا دشمنی کنه، با خالق خود دشمنی کنه، با منعم خود دشمنی کنه، با دینی که مایه نجات دشمنی کنه، خدا شدید العقابه، اونا را در دنیا و در آخرت به سزای عملشان میرسانه. بعد یک موضوع دیگر، موقعی که مسلمان ها آمدن اطراف قلعه را گرفتن، چیز کردن، احاطه کردن، اینا نمیتن، قلعه خیلی بلند بود و استحکامات خوبی داشت، اینا رفتن نمیتوانستن. مسلمان ها یک مقدار درختها را قطع کردن، در بین درختها گفتگو شد بین بعضی از اصحاب، یعنی بعضی درختهای خرمای خیلی عالی را زدن که اونا ناراحت شون، چون خیلی به دنیا حریص بودن از قلعه بیرو شون، بیاین که جنگ فیصله شو، پیش از اینکه ترس و دلی اونا بفته خودشان تسلیم شدن. ولی پیش از اون مسلمان ها میخواستن که خبر نبودن که خداوند در دل اینا ترس ایجاد میکنه، اونا میگفتن که اگر اینا در بین قلعه باشه، با او استقاماتی که داره، با او ذخیره که دارن، ما مثلا ماها باید اینجا بشینیم و انتظار بکشیم. درختای خرمای خوبه، همونه که خرمای خوب داشت، چند تر بریدن. بعضی هم میگفتن نه نبریم خرمه را، خوب نیه،
در جنگ اسراف میشه. این کارا درست نیه. در اسلام جنگ از خود قانون داره، جنگ از خود قانون داره که مطلق افساد جایز نیه، که به هر قسم بمباران میکنن، به هر قسم زیربنای اقتصادی مردم ملت ها را نابود میکنن، اینا حرامه. جنگ از خود قانون داره. مثلا درخت ها را باید نبورن، به پیر مردا کار نگیرن، به زنا کار نگیرن، به اطفال کار نگیرن، در بین آب زر نندازن. ای چیزایی که یک قوانینی است در فقه، با اختلاف انظاری که است در قوانین یک سلسله، در فقه یک سلسله قوانینی برای جنگا وضع شده از نظر فقه که باید اونا مراعات شوه. حتی در بعضی آیات داره که جنگ بکنن، دفاع کنن از خود، ولا تعتدو، تجاوز نکنن. جنگ کردن غیر از تجاوزه. تجاوز ظلم بناحق بدون جهت زیربنای اقتصادی کشورا را ویران میکنن. این حیوانیت جایز نیه. جنگ از خود حساب داره. در اینجا که باید درخت قطع نشوه در جنگ ها، اینجا تخصیص خورده بود برای اینکه این دو علت برای این ذکر کردن که چرا مسلمان ها این کار کردن. یعنی بعضی از صحابه، اگرچه بعضی دیگر میگفتن این کار نکنیم خوب نیه، باید با قانون اول عمل کنیم که درخت بریده نشه، اونم درخت های خوب خوربا. بعضی های کار کردن بریدن، دلیل این که اونایی که میگفتن که باید درخت بریده نشه قانون اولی، اینایی که بریدن اینا میگفتن که اینجا غیر از جای دیگریه. اگر ما اینا را زی خاطر میبرم که اونا خیلی حریصن این درخت های خوب خورمار دوست دارن، حتما غضبشان زیادتر میشه و از قلعه خود پایین میایه برای مقابله و جنگ شروع میشه و ما دو سه ماه اینجا معطل نمیشه. نزدیک بوده به مدینه، تقریبا از در حدود 3 کیلومتر از شهر مدینه دور بوده. بعضی هم پیاده رفتن، اسب هم نمیخواست، شطور هم نمیخواست. 3 کیلومتر چیزی نیه. میگفت تا که ما دو سه ماه اینجا بشینیم، نه خوبه که اونم پایین شمن سرنوشت جنگ مشخص شود. یا به این خاطر بوده، یا به این خاطر بوده که انتقام می گرفتن، چون اینا خیانت کرده بودن با مشرکین مکه. اینا عهد و پیمان بسته بودن. تقویه مشرکین هم خلاف اعتقاد یهودیا بود و هم مسلمان، ولی اونا این خیانت مرتکب شدن. می خواستن از اونا انتقام بگیره، درخته را بریدن که دلشان به درد بیایه از یهودیا. بعد می آید یهودیا وقتی که دیدن که این درخت های خوب خورما را قطع می کنن، یک عده از جنگجویان مسلمان سر خود از مو سوراخ ها بیرو کردن، به پیغمبر بزرگوار خطاب کردن که شما همیشه از این کار نهی می کردین، از این کار خوشت نمی آمد که درخت ها بریده شو و مردم ضرر برسه. خب اینا باید بال خود بمانه، چی از شما باشد چی از ما، چرا میبرید؟ یعنی خلاف قانون شده این کار، قانونی که خود شما دارین درخت ها میبرید، نباید ببرید. آیه قرآن نازل شده، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. آیه نادر شد که او چیزی که شما از او لینه همو درخت های خوب خورما را می گفتن که خورمای خوب می داد، خورما هم از خود اقسام داره، نام او درخت ها لینه بوده. و ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن، اونایی که می بریدن اینها را بریدن، زدن درخت های خوبه، و اونایی که گذاشتن همه به اجازه خدا بود. یعنی آیه مبارکه عمل صحابه را تایید میکنه، نگه به دستور ما بوده
اونایی که زدن برای ای زدن که بفهمین که خیانت معنی چیه، دل شما بسوزد. یا به خاطر ای بود که شما از او قلعه خود پایینشن جنگ زودتر خلاص شوه. باز ای استثناء بوده، اونایی که بریدن به استثناء عمل کردن، در اینجا استثناء بوده. جای دیگه مثلا هر قانون از خود اگه استثناءات داره. بعضی هم میگن از این خاطر ای کار بریدن که دیده نمیشد، ساحه دیده جنگاوران مسلمان زیغ بود، درختا معنی بشد که اگر اونا از سوراخای قلعه فیر میکردن، تیراندازی میکردن، اینا نمیدیدن. از این خاطر بریدن که ساحه دیدشان باز شوه. پس استثناء بوده دیگه، مجبوری بوده که باید میبریده. و اون ما قطعت ملینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله. چی اونهایی که بریدن به این دلیل بریدن که سه دلیل شد، یا به خاطر که سعی دیدشان باز شو و ببینن دشمنه، یا به خاطر این که دلی اونها رو به درد بیاره انتقام بگیرن، یا به خاطر این که اونا بیاین پایین شوند، جنگ به دو سه روز فیصله شوه، به دو سه ماه محاصره نکشه. او ایده دیگه هم که نمی بریدن می گفتن نه، برای چی ما یه خورمه های خوب از بین ببریم؟ بالاخره یا ما پیروز میشیم یا اونا پیروز میشه. اما انسان باید از این مواهب استفاده کنه، خوب نیه اسراف میشه. قرآن می فرماید چی اونایی که اینا را گذاشتن، درختار را به حال خود گذاشتن، چی اونایی که قطع کردن، همش به اذن خدا بود، خدا ای اذن داده بود. مسلمان ها کدام خلاف قانون نکردن. یعنی او ایرادی که یهودی ها بر پیغمبر بزرگوار اسلام میگرفت که چرا اجازه دادی یا چرا اصحاب خود جلو سربازای خود جلوگیری نمی کنی، ای ایراد از پیغمبر بزرگوار اسلام دفع شد که خواهی اجازه از طرف خدا بوده. بله. و دیگه این که فاسقین خارو زلیل شون، یک نوع زلت ها که درختار بریدن که اونا ببینن که کمی احساس حقارت کنن در باطن خود که رفته بودن با دشمنان مسلمان ها برخلاف پروتکل و قراردادی که با مسلمان ها کرده بودن رفتن پیمان شکنی کردن و با مشرکین مکه پیمان بستن و اونا را تشویق کردن که بیاین مدینه و امر را بکوشن و همه چیز خراب کنن و حکومت اسلامی از بین بره. ای برای ای بود که اینا یک مقدار ذلیل شون. در مسئله یک نکته دیگه که من ای بود، قضیه ترس بود. ای ما قبلنم عرض کردم که جنگایی که صورت گرفت در بین مسلمان ها و در بین کفار در 10 سال اجرتی که پیغمبر در مدینه بود، جنگای سیادی صورت گرفت، غالبا بر اساس قوانین طبیعت اجرا شد، یعنی قانون عادی. مسئله معجزه در بین نبود. به این قسمی که ما امروز مسلمان ها فکر میکنیم، همین فکر عمومی مسلمان ها را مگر یک کمی مبالغه شده از طرف علمای کم سواد که میان مبالغه میکنن در سخنرانی ها. یعنی مردم بعضی اوقات تو فکر نکنن که زندگی انبیا همهش به معجزه گذشته. هیتو نبوده که اونا هر چیز از غیب میدانستن. سابقا در موضوع علم غیبم من یک صحبتای کردم که خدا به بعضی از انبیا غیب داده، ولی وقتی که غیب به پیغمبر میگه او پس مشهود میشه. غیب من ایسی انه و غیبون برای غیر از خدا محاله. هیچ کس نمیتوانه علم غیب داشته باشه غیر از خدا. او که به انبیا هم که گفته میشه مشهود میشه دیگه، غیب نیه. ولی اینه بوده که امر هر ساعت هر دقیقه جبرائیل نازل میشد و علم غیب می آورد.
بر عصب امو توان و طبیعت و اسبابی که در او زمان موجود بوده به امو شکل عادیش کار جریان داشته. گای مومنین شکست می خوردن در جنگا، گای انبیا شهید می شدن، گای کفار پیروز می شدن، همین قسم به مو شکل طبیعیش بوده. ادم وقتی که نگاه میکنه سلسله نبوت ها را و او صحبت هایی که بین انبیا و بین مردم واقع شده تمام طبق اسباب ظاهری کار شده. معجزه نکی نبوده، معجزه بوده لکن به شکل استثنایی کم. این جنگا این همی قسم بود، جنگای صدر اسلام هم پیغمبر اکرم که می جنگید با مشرکین این به همی اساس بود. گای شکست می خوردن، گای پیروز می شد، از اینا شهید می شد، از دو طرف کشته می شد، به اساس قدرت و قدرت مادی و قدرت روانی. نوعاً مشرکین از قدرت مادی بیشتری برخوردار بودن، مسلمان ها از قدرت روحی بیشتر برخوردار بودن. اگر یک شمشیر کنم داشتن با ایمان کامل می جنگیدن، زندگی بعد از کشتن خود محو نمی دانستن، نابودی نمی دانستن. می گفت اگر کشتشم شهید می شم و بالاترین درجات می رسیم. به همی عقایدی که داشتن عمل می شد. در دو سه جا استثناءن یک کار شد. در یک جنگ مثلا ملائکه آمد، حالا جنگ کردن یا نکردن ملائکه و یک عرفیه، ولی باعث تقویه روحی مسلمان شد در میدان جهاد. یک دیگه در همین جنگ بنی نظیر بعضم یک کار فوق العاده از طرف خدا صورت گرفت که برخلاف انتظار خوف در دل یهودیان دخ که از او استقامات خود پایین شدن و تسلیم شدن و دو سه روز بدون درگیری و کشتن و اینا مشکل حل شد و یهودی ها منطقه را ترک کردن. یکی دیگه در این همی قضیه در چیز مواقع شد، در بنی قریظه مواقع شد. وقتی که اونجا هم رفتن اینن بعضم امکانات مادی اونا زیاد بود، ترس و دلشان افتاد و قضیه خلاص شد، جنگ به پیروزی رسید. یکی دیگه هم در جنگ بدر همیه، سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. زود است که ما در دل دشمنان رعب و ترس بیاندازیم. در جنگ بدر هم همین قسم شد. اولین جنگی بود که مسلمان ها پیروز شدن و او پیروزی و جنگ برای مسلمان ها خیلی ارزش داشت. اولین جنگی بود که با مشرکین مکه کردن و پیروزم شدن. این موارد استثنائیه که خدا فوقلاده ترس به دل دشمن می اندازه. والحمدلله رب العالمین.